بسم الله الرحمن الرحیم، شما را خوش آمدید میگم به 19 جلسه مضمون مدیریت سیستم 2. در جلسه امروز ما در ارتباط به فایل سرور درس خواهد داشتیم. اهدافی که برای جلسه امروز در نظر گرفته شده این است که ما اول بفهمیم فایل سرور چی است، چگونه کار میکنه، ما از فایل سرور به چی منظور استفاده میکنیم. در پهلویش ما پروتکل هایی را که به خاطر اشتراک گذاری فایل ها در شبکه استفاده میشه اونا را با معرفی میگیریم و شیوه کارشان را بلد میشه. و یکی از فایل سرور ها که به نام سامبا است او را هم امروز در موردش درس خواهد داشتیم. خب فایل سرور چی است؟ فایل سرورها به منظور از این که شما فایل ها را در شبکه به یک میکانیزم متمرکز و قابل اطمینان شما بتانین فایل ها را ذخیره کنین، فایل ها را به اشتراک بگذارین استفاده میشه. اما قسمی که از نامش پیداست این سرور نیاز داره که کلاینت ها به این ریکوست روان کنن و کلاینت هایی که به فایل سرور ریکوست روان میکنن یا فایل ها را دسترسی پیدا میکنن یا هم فایل ها را ذخیره میکنن در فایل سرور. به خاطر از اینکه ما یک فایل سرور داشته باشیم نیاز است جنبه های مختلف فایل سرور را در نظر بگیریم. از جمله مثلا وقتی ما میخواییم که معلومات ذخیره بکنیم در داخل سرور نیاز به استوریج داریم. ما به خاطر ذخیره کردن میکانیزم های مختلف داریم که میکانیزم سن یا استوریج ایریا نتورک و میکانیزم ناس یا نتورک اس استوریج. اینا میکانیزم های مختلف ذخیره معلومات به شکل متمرکز در شبکه ها هستند. همچنان مثلا از جنبه دیزاین وقتی ما میخواییم فایل سرور در شبکه در نظر بگیریم نیاز است ما مثلا به خاطر لود بالانسینگ چندین سرور با هم کلستر کنیم، یعنی یک جا بسازیم، یک پول ایجاد کنیم و این کلسترها بعدش ریکوست هایی که بر اینا میشه به شکل مساویانه کار بین هم تقسیم بکنن تا ای که لود بالانس شود. مسئله دیگی که باید ما در نظر بگیریم این است که ما چه نوع پروتکل است، کدام پروتکل هایی که به خاطر اشتراک گذاری فایل ها استفاده میشه ما در شبکه استفاده بکنیم به خاطر فایل سرور خود. یک چیزی که شما در نظر بگیرین وقتی شما فایل سرور می داشته باشین به دلیل ای که ریکوست ها برای فایل سرورتان زیاد است، تمام کلاینت هایی که در شبکه وجود داره استفاده کننده های شبکه معمولا فایل ها را به این سرور ارسال می کنن، ریکوست ها تعداد زیاد است، شما سرور را که برای فایل هایتان در نظر می گیرین از دید سخت افزار باید است که متفاوت از کامپیوترهای عادی باشه و هاردویر بسیار خوب داشته باشه تا ای که بتانه تعداد زیاد ریکوست ها را جواب بده، یعنی یک کامپیوتر معمولی نباید باشه. خب پروتکل هایی که شما میتونین به اساس از او فایل هایتان را به اشتراک بگذارین در شبکه مثل FTP فایل ترانسفر پروتکل، پروتکل سامبا و همچنان پروتکل NFS یا نتورک فایل سیستم است. خب ما در درس‌های آینده در مورد این پروتکل ها مفصل درس خواهد داشتیم و شیوه عیارسازی این پروتکل ها را یاد خواهد گرفتیم. خب در انواع فایل سرور ها برای کورسی که ما در نظر داریم از جمله پروتکل هایی که ما در موردش باید بفهمیم پروتکل FTP است. FTP مخفف فایل ترانسفر پروتکل یک پروتکل است که در اپلیکیشن لیر OSI مدل کار میکنه، یک اپلیکیشن لیر پروتکل است
و به خاطر کامیونیکیشن کردن با کلاینت ها در ترانسپورت لیر، FTP از پورت های 20 و 21 استفاده میکنه. ما میفهمیم که در ترانسپورت لیر پروسس تو پروسس کامیونیکیشن میشه و پروسس های FTP از پورت های 20 و 21 TCP استفاده میکنن تا ای که با پروسس های طرف کلاینت کامیونیکیشن کنن. به خاطر نصب کردن FTP ما نیاز داریم که یک کلاینت سرور مدل در نظر بگیریم. باید است که ما یک طرف سرور FTP سرور داشته باشیم و یک طرف هم FTP کلاینت. FTP کلاینت ها معمولاً به شیوه های مختلف میتونن به سرور وصل شوند. یکی از اون طریقه ها با استفاده از خود FTP کلاینت ها است، مثل فایل زیلا یا کیوت FTP. اینا اپلیکیشن هاییست که شما میتونین اینا را در کامپیوترهایتان نصب کنین و به FTP سرورتان با استفاده از اینا وصل شوین. FTP یا فایل ترانسفر پروتکل سرور به خاطر دانلود کردن و اپلود کردن فایل ها به شکل متمرکز در شبکه استفاده میشه. همچنان شما میتونین FTP را با استفاده از پورت فوروردینگ طور کانفیگریشن یا تنظیم کنین که شما FTP سرورتان از اینترنت، یعنی در عقب فایروال ها هم اگر FTP سرورتان موجود باشه، قرار داشته باشه، شما اونا را دسترسی پیدا بکنین و با FTP سرورتان وصل شد. پروتکل دیگه که در فایل سرور استفاده میشه پروتکل SMB یا سرور مسیج بلاک است. سرور مسیج بلاک هم یک اپلیکیشن لیر پروتکل است و این پروتکل به خاطر دسترسی به پرینترها، فایل ها و پورت ها در شبکه استفاده میشه. خوبی که SMB داره ای است که برای شما قابلیت آتنتیکیشن هم فراهم میکنه. هر زمانی که شما خواسته باشین SMB را در نتورکتان کانفیگریشن میکنین یا سمبا را در شبکهتان به خاطر فایل شیرینگ کانفیگریشن میکنین، شما میتونین که برای هر یوزرتان یک اکاونت داشته باشین و هر یوزر آتنتیکیت شوه، بعد با امو صلاحیت های مشخصش از FTP استفاده بکنه، ببخشین از سمبا استفاده بکنه و به سمبا سرور ما دسترسی داشته باشه. پروتکل دیگه که در فایل سرورها میتونیم او را استفاده بکنیم پروتکل NFS است. NFS یا Network File System در کلاینت سرور مدل استفاده میشه و خودش به خاطر ازی است که ما فایل ها را از راه دور بتانیم دسترسی داشته باشیم، فایل ها را از راه دور بتانیم در یک شبکه، در یک دیوایس، یک سرور او را ذخیره کنیم و یا اپدیت شان کنیم. اگر یک فایل ما تغییرات میاریم و تغییرات در فایل اپدیت شد. خب NFS معمولا وقتی شما NFS کانفیگریشن میکنین در شبکه نیاز است بعضن شما نتورک اس استوریج سرور داشته باشین و به خاطر یوزرهای لینکس اپراتینگ سیستم ها بیشتر NFS کاربرد داره و از NFS استفاده میکنن، اما از سمبا بیشتر ویندوز کلاینت ها و در محیطی که ویندوز سرور ها باشه بیشتر استفاده میشه. ما پروتکل های دیگه هم داریم مثل Network Core Protocol و Apple File Protocol. اینی پروتکل های هستن که هم به خاطر فایل شیرینگ استفاده میشن. خب سمبا فایل سرور یا سمبا چی است و چیگونه کار میکنه؟ فایل سرور سمبا به اساس پروتکل SMB کار میکنه، SMB یا سرور مسیج بلاک، و ای خود SMB امو یکی از پروتکل هایی که به نام CIFS یاد میشه، Common Internet File System، به اساس از ای کار میکنه.
سمبا به خاطر دسترسی و به اشتراک گذاشتن فایل ها، پرینتر ها و پورت ها در شبکه استفاده میشه. و خوبی که سمبا سرور داره ای است که شما با استفاده از سمبا میتونین که آتنتیکیشن کنین. آتنتیکیشن یعنی شما اکاونت داشته باشین برای هر استفاده کننده سمبا فایل سرورتان و به اساس امو آتنتیکیشن یوزر ها بتانن به فایل سرور دسترسی پیدا بکنن. خود SMB از TCP پورت 445 استفاده میکنه و سمبا یک ملتی پلتفرم پروتکل است. یعنی شما سمبا را وقتی در شبکه تان کانفیگریشن میکنین، سمبا میتونه که از طریق کلاینت های ویندوز، کلاینت های لینکس، کلاینت های مک او اس و یا هر آپریتینگ سیستم دیگه هم اینا اکسس شوند. سمبا یا SMB یک فری سافتویر است که شما ای را میتونین به شکل رایگان تنظیم کنین، نصب کنین و در شبکه‌تان داشته باشین. خلاصه جلسه ما، در جلسه امروز در مورد مهمترین پروتکل های اشتراک گذاری فایل ها، خود فایل سرور، انواع فایل سرور ها و فایل سرور سمبا درس خواندیم. ما در ای کورس در ارتباط به سمبا، NFS و FTP بیشتر کار خواهد کردیم و اینا را عملا تطبیق میکنیم که چیگونه در شبکه اینا کانفیگریشن میشن. جلسه فعلی ما همینجا به اختتام میرسه. تا جلسه بعدی شما را به خداوند میسپارم. خداحافظ.